ماراتون نفسگیر حضور در دانشگاه، پدیده به نام کنکور، هر سال سرنوشت میلیون ها جوان رو رقم میزنه و خانواده ها رو همینطور. به نظر شما کنکور میتونه به مدرک گرایی پایان بده در ایران؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو برنامه ایمیل کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایراندوست در یکی دیگه از برنامه های روی خط با شما همراه هستم. سلام، من مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا درباره کنکور. سرنوشت میلیون ها جوان ایرانی رو پدیده به نام کنکور، آزمون ورودی به دانشگاه ها رقم میزنه در ایران، راه ورود به آینده. آیا واقعا کنکور تونسته در تعیین شایستگی ها مؤثر واقع بشه؟ آموزش عالی در ایران و ظرفیت دانشگاه ها در موقعیتی قرار دارن که این پدیده حذف شه و هر کسی بتونه در رشته مورد علاقه خودش بدون دغدغه تحصیل کنه؟ این چه تأثیری در سرنوشت خانواده ها و آینده شغلی جوانان داره؟ کاهش روند نزولی تعداد شرکت کنندگان در کنکور آیا نشون دهنده اون نیست که وقتی جامعه برای تحصیل کرده ها کار نداره، دیگه تمایلی برای ورود به دانشگاه هم وجود نداره؟ از طریق تلفن، اسکایپ، فیسبوک و توییتر بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بذارین. اما اول اجازه بدین که با هم مروری بکنیم بر اونچه که تا امروز در آموزش عالی در ایران اتفاق افتاده. نهاد دانشگاه در ایران جوانه. در سال 1313 قانون کلی دانشگاه تصویب شد، اما دانشگاه تهران یک سال بعد در سال 1314 افتتاح شد. اما اولین دانشگاه خصوصی در ایران به نام دانشگاه ملی که الان شهید بهشتی نامیده میشه در سال 1338، یعنی بیش از 24 سال بعد افتتاح شد. اولین کنکور، یعنی تا سال 1348 کنکور نبود، دانشگاه‌ها از طریق آزمون‌های ورودی خودشون و ثبت نام می‌گرفتن. 1348 با حضور بیش از 70 هزار نفر اولین کنکور در سال 1348 تقریبا 45 سال پیش با حضور بیش از 70 هزار نفر برگزار شده. این در حالیه که امسال سال 1393 بیشتر از 1 میلیون شرکت کننده داشته کنکور. ولی اجازه بدین یک نگاهی بکنیم به ظرفیت رشته های مختلف که ابراهیم خدایی گفته، رئیس سازمان سنجش کشور. گفته شانس قبولی امسال 68% که این میزان به نسبت ظرفیت در گروه های آموزشی مختلف فرق میکنه. حالا یه نگاهی هم میکنیم به رشته های مختلف. شانس قبولی تو رشته های مختلف بنا به ظرفیت در سال 93. رشته های مختلفی که داریم علوم ریاضی هست، علوم تجربی، علوم انسانی، گروه هنر و زبان. اگر به همین روش نگاه بکنین، شانس ظرفیت ها مختلف هستش. در علوم همینطوری که میبینین، علوم ریاضی 108%، علوم انسانی 81%، هنر 45%، علوم تجربی 34% و گروه زبان 33%. تعداد شرکت کننده ها، اما رئیس این سازمان اعلام کرده که امسال تعداد شرکت کننده ها کمتر از سال گذشته بوده و امسال 52 هزار نفر کمتر بودن. این رو اومدن با رشته های مختلف با درصد اعلام کردن. نگاهی هم به این درصد ها میکنیم الان. در رشته علوم ریاضی الان اگر نمودارش رو ببینین، علوم ریاضی 52
1% 21% هستش، علوم تجربی 51%، علوم انسانی 26%، زبان 34% و هنر 5.6% کاهش داشته دانش آموزانش. بعد دانشجویان و این روند کاهشی، آیا کنکور میتونه در ایران حذف بشه؟ دولت آقای احمدی نژاد وعده داد که کنکور رو حذف کنه، همون وقت هم خیلی از منتقدین میگفتن که این یک شعار انتخاباتی و یک شعاریه که تا تحققش در واقع زمان هست. اما در کنکور امسال یک اتفاق دیگه ای افتاد، اونم این بود که ظرفیت رشته فنی ریاضی، در واقع اون چیزی که ریاضی فیزیک نامیده میشه، بیش از تعداد شرکت کننده بود. یعنی در واقع نیازی نبود به اینکه حتی در اون رشته ها کنکور برگزار بشه، اما کنکور برگزار شد. اجازه بدین بیاین روی خط دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذاری. فریبرز با ماست. فریبرز بفرمایید. فریبرز از عراق بفرمایید. فریبرز بفرمایید، صدای منو میشنوین؟ بله. روزیتا، خیلی از کاربران در اینترنت، در سایت‌های مختلف در مورد تجربیات خودشون صحبت کردن که خب بیشتر هم تجربیات تلخی از کنکور دارن. هستی یکی از کاربران اینترنتی میگه از فشار امتحانات نوشته و میگه من امسال دومین بارم بود که در رشته تجربی شرکت کردم و اینقدر استرس داشتم که شب امتحان اصلا نتونستم بخوابم به خاطر اینکه همش گریه میکردم، دست خودم هم نبود و با این شرایطی که داشتم و فکر میکردم که با درسای زیادی که خونده بودم حداقل داروسازی شیراز رو قبول میشم، ولی با این روش به خاطر اینکه سر امتحان حالم بد شد، احساس میکنم از سال قبل هم بدتر زدم تستم رو، در حالی که هم تستا رو بهتر میدونستم هم تست هوشم بهتر بود، ولی گلایه کرده از روش کنکور که در ایران هست و میگه که منی که 12 سال عمرم رو گذاشتم و فقط همه حواسم به درس خوندن بوده، این شرایطم هست و شرایط راضی کننده نداره از کنکور. مسعود، بله، سوال‌های از این دسته که مطرح میشه در مورد آزمون ورودی دانشگاه ها که از 45 سال پیش برگزار شده و در واقع یک ظرفیت سازی هم که بعد از انقلاب در بخش خصوصی به نام نهاد دانشگاه آزاد انجام گرفت، هنوز توان خودش رو نشون نداده که جامعه این رو میتونه بپذیره، دولت ایران میتونه این رو بپذیره که کنکور رو حذف کنه یا نه. خود دانشگاه آزاد هم یک کنکور جدا داره، بنابراین حدیث کنکور همچنان باقی است. تماس فریبرز از عراق با ما برقراره، بفرمایید شما روی خطی. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خانم روزیتا. بفرمایید. به نظر من باید کنکور در جامعه ایران هنوز برقرار باشه. چرا؟ همونجوری که به نظر من سطح سواد مردم رو بیشتر میشه با کنکور سنجید. من چند روز پیش داشتم برنامه خودتون رو می‌دیدم، واقعا یه حسرتی خوردم به خانم روزیتا که همونجوری که اشاره کردم به همکارتون و گفتم خانم نریدی، من واقعا حسرت خوردم به این سوادی که خانم روزیتا داره. فریبرز ارتباطش با ما برقرار نیست. بله، قطع شد تماس فریبرز. که خانم روزیتا هم بتونن از کنکور استفاده بکنن و خانم نریدی نگه. به نظر من خیلی متشکرم فریبرز. فریبرز از عراق با ما بود که تماسش هم قطع شد. بله، چیزی که در مورد کنکور گفته میشه و در شاید در کشورهای دیگه مثل آمریکا وجود نداره این هستش که در واقع شایستگی ها بروز نمی کنه. در یک آزمون نفسگیر بر مبنای میزان سرمایه گذاری استعداد سنجی میشه. کلاس های کنکور رو احتمالاً تجربه کردین، بیاین به ما بگین این تجربیاتتون رو. اگر کسی 45 سال پیش در کنکور شرکت کرده باشه، الان میتونه تجربه نوش رو هم بگه و تجربه فرزندانش رو، و این نشون میده که هنوز یک پرسش اساسی در مورد سرنوشت آموزش عالی در ایران باقیه. این که آموزش عالی آیا در ایران کاربردی هست؟ آیا اونجوری که در دانشگاه های ایران تدریس میشه واقعا بر مبنای شغلیابی و سرمایه گذاری برای آینده است یا خیر؟ روزیتا، یکی دیگه از کاربران به مراحل مختلف کنکور اشاره کرده، اعلام کلید، اعلام رتبه و اعلام نتایج. میگه واقعا نباید به جوونا این همه استرس وارد بشه، جوان باید فارغ بال آینده خودش رو تعیین بکنه، ممکنه مسیری که درست رو انتخاب بکنه تنها این مسیر درس خوندن و دانشگاه رفتن نیست، اما جو غالب کنونی اینه که جوان به 18 سالگی که میرسه باید کنکور بده. این مطلبی که خیلی‌ها بهش اشاره کردن. یکی دیگه از کاربران میگه من
32 سالمه، هنوز دارم تخصص میخونم و سال یک پزشکی هم اونقدر امتحان دادم، امتحانایی که حتی از کنکور هم سخت‌تر بوده، ولی هنوز از آینده خودم هیچ امیدواری به آینده خودم ندارم. اینم نظرات مختلفی بود که کاربران در مورد تجربیاتشون گفته بودن. بله، مهرداد از تهران با ماست با اسکایپ. مهرداد بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت شما و همه بیننده ها. من 4 سال پشت کنکوریم، یعنی امسال شد سال پنجم که من پشت کنکورم و متاسفانه قبول نمیشم. امسال من واقعا تصمیم گرفتم، مثل بقیه پشت کنکوری که قبول نمیشن، واقعا دارم میگم، من از ته دلم دارم میگم، امسال تصمیم گرفتم که من دیگه بیخیال دانشگاه بشم و پشت کنکوری بمونم. کار میگردیم. بیاین و تجربیات خودتون رو از کنکور به ما بگین. اگر به خاطر داشته باشین، حتی این دستمایه یک فیلم هم قرار گرفت در پیش از انقلاب به نام علی کنکوری. در واقع کنکور یک بخشش هم جنبه روانیش و تأثیر منفیش بر روحیه جوانها و بازداشتنشون از ادامه تحصیله. سامان از کرج با ما. سامان بفرمایید. سلام آقای سفیری، خسته نباشین، همچنین هم به همه بینندگان محترمتون سلام و عرض ادب دارم. ببینید، کنکور که یک نوع آزمونی هست برای ارتقای علمی افرادی که در طول تحصیلشون در دوران حالا دبیرستان یا هنرستانی که بودن بتونن تو این کنکور رقابت کنن، رقابتی که برای رسیدن به دانشگاه هست. ما این کنکور رو زمانی خوب میدونستیم و مفید میدونستیم که میزان شرکت و میزان افراد در دانشگاه ها محدود بود، اما الان که مؤسسات آموزش عالی بسیاری در ایران هست، دانشگاه های بسیاری هستند در ایران و ظرفیت پذیرش دانشجو در ایران زیاده، فکر میکنم این کنکور یک سدی باشه برای افرادی که توانایی شرکت در تحصیلات عالیه دارن اما نمیتونن. پس به نظر شما چرا دولت ایران هنوز به برگزاری کنکور اصرار داره؟ ببینید، اونجوری که من اطلاع دارم قرار تا چند سال آینده برداشته بشه کنکور، اما خب به دلایلی که حالا شاید کارشناسان این زمینه بیان روی خط و صحبت کنن، برداشتن کنکور به این سادگی نباشه و زمان ببره، که این زمان ممکنه بالاخره تاثیرات مثبتی داشته باشه تو بحث آموزش عالی کشور، همچنین تو سطوح دانشگاهی کشور. ببینید، ما تو زمینه دانشگاهی رشته‌های متنوع بسیاری داریم در دانشگاه. حالا تعداد رشته‌های دانشگاهی رو من الان ندارم که بتون عرض کنم خدمتتون، حالا اگه روزیده خانم لطف کنن این آمار رو پیدا کنن و بگن. سامان، من میتونم سوال کنم که شما خودتون با کنکور چجوری کنار اومدین؟ خیلی تجربه دشواریه. بله آقای سفیری، من خودم وقتی کنکور دادم، من 8 سال پیش کنکور شرکت کردم. واقعا یک معضلیه، یک نوع استراب و استرسیه که بالاخره کسایی که میخوان توی دانشگاه شرکت کنن با استراب و استرس که آیا قبول میشن، آیا خب سرنوشت جوان ها به این گره خورده، مخصوصا پسرها، چون که بالاخره اونا با خدمت سربازی برخورد دارن، که قبول نشن مجبورن برن سربازی. این یک نوع دغدغه و یک نوع استرابه برای جوان ها که امیدوارم یا کنکور برداشته بشه و یا یک راهکاری قرار داده بشه که اون میزان رتبه بندی علمی برای تعیین دانشجو برای دانشگاه های مختلف کشور. این مثلا من نمونه عرض کنم خدمتتون، شاید یک شخصی توی شهر دورافتاده ایران باشه اما توی دانشگاه صنعت شریف تهران قبول بشه، این میزان رتبه بندی و این پذیرش دانشجو باید با عدالت باشه، نه با اینجور که حالا مثلا میزان امتیازش، نه باید همه رو به یک نوعی سطح بندی کنن. که من افرادی میشناسم آقای سفیری، در خانواده های ضعیفی، در خانواده فقیر زندگی میکنن، در روستا هستن، اما توان و استعداد علمی اینا به قدری بالاست که من حتم دارم اگر در دانشگاه های معتبر دنیا هم اگه بتونن اینا تحصیل کنن. شما فکر میکنید که کنکور به این نابرابری ها دامن میزنه یا این نابرابری ها رو کم میکنه؟
ببینید این کنکور بستگی داره. بعضی افراد تو این موقع کنکور ممکنه شرایط روحی یا شرایط موقعیت آزمون خوبی نداشته باشن و بیافتن و مجبور بشن، همونطوری که عرض کردم، خب پسرها چون موقعیت خدمت سربازیشون پیش میاد مجبور بشن برن سربازی و سرنوشت زندگیشون اصلا تغییر کنه. اما افرادی هم هستن خب تلاش بیشتری کردن. خب من شاهد بودم افرادی که هم دوره خود ما بودن 15 ساعت در روز درس میخوندن، وقتشون تو کتابخونه میذاشتن، با بالاخره دور هم بودن، با کلاس رفتن، کلاس‌های تقویتی، و این باعث شده که رشد کنن و در دانشگاه‌های خوبی قبول بشن و الان هم که تو دانشگاه بودن مقام رتبه خوبی بیارن، جزء نخبگان باشن، جزء کسایی باشن که مخترع بودن، ثبت داشتن، ثبت اختراع داشتن. این در هر دو زاویه میشه نگاه کرد این قضیه رو. اما اگر بخوایم یک طرفه قضاوت کنیم و بگیم کنکور باعث بی‌عدالتی میشه و باعث افت تحصیلی برخی افراد میشه، این فکر می‌کنم دیدگاه منصفانه نباشه نسبت به این قضیه. ممنونم سامان. روزیتا؟ اما سامان اشاره کرد به مسئله حذف کنکور. خبر آنلاین هم گزارشی رو هفته پیش منتشر کرده که با این عنوان، با حذف کنکور فقط دانشگاه‌های برتر کشور آزمون ورودی خواهند داشت. در این مطلب اشاره کرده به اینکه خب این شانس بچه‌ها رو بالاتر می‌بره برای اینکه وارد دانشگاه بشن، به غیر از تعدادی از دانشگاه‌هایی که خیلی معتبرتر هستن و برای اونها آزمون خاص بذارن. اما اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم با تفاوت ورود به دانشگاه در همینجا در آمریکا، در اینجا برای ورود به دانشگاه بچه‌ها نیاز به دادن یک تست هستش که این تست رو باید بدن. از اول دبیرستان اینا رو آماده می‌کنن برای این تست ورودی. این تست اسمش هست SAT، یعنی تست استاندارد پذیرش دانشجو، که از سال دوم و سوم این رو انجام میدن. برای سال چهارم دیگه قبلش، یعنی اوایل سال چهارم، دقیقا میدونن کدوم دانشگاه پذیرش میشن. به غیر از این، وجود کلوب‌های مخصوص که در همه مدارس در امریکا وجود داره، شانس بچه‌ها رو در قبولی در دانشگاه بالا میبره. کلوب‌های ورزشی، از کلوب‌های ورزشی گرفته تا کلوب‌هایی که مربوط به درساشون میشه، مثل کلوب شیمی یا کلوب اقتصاد، هر درسی که اونها استعدادشون در اون بیشتره، اینها فقط برای شناسایی استعداد بچه‌ها هست. حالا در ادامه حتما اشاره می‌کنیم به این مطالب. ولی یکی دیگه از کاربران هم به نام احسان هم عقیده با سامان بود و معتقد بود که کنکور مثل یک سد میمونه. احسان نظرش رو اینطور عنوان کرده که این کنکور مانع پیشرفت دانشجویان میشه، از طرف دیگه میلیاردها تومان پول مادرها و پدرها رو که زحمت کشیدن و ذخیره کردن از بین میره، در حالی که بعدش هم اینها نمیدونن میخواین چیکار بکنن. که حالا ما به مسئله بیکاری هم اشاره میکنیم، یه سوالی هم مطرح کرده بودیم در فیسبوک. برمیگردیم به مسعود با تلفن ها. بله، با برنامه روی خط صدای آمریکا هستین. در باره پدیده به نام کنکور بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به این بحث، همراه ما بمانید. بله، کنکور پدیده ای که از 45 سال پیش تقریبا در دانشگاه های ایران، در آموزش عالی ایران مرسوم شده برای به عنوان آزمون ورودی به دانشگاه ها. آقای ناصری از هلند با ما هستن. آقای ناصری بفرمایید. خیلی ممنون آقای صدیقی. بفرمایید. عرض حضورتون که در دنیای امروز، در دنیایی که مثلا الان امروز همه چیز از لحاظ اقتصادی فرقی نمیکنه چی باشه، به روش حساب میکنن، میان همه چیز رو همیشه عرضه و تقاضا نگاه میکنن، میان نگاه میکنن بازار کار ما در آینده احتیاج به 1000 متخصص در فلان رشته داریم، 10000 متخصص در رشته مثلا پزشکی داریم، همینجور به تعداد فرقی نمیکنه. بعد میان در مقابل مثلا اون چیزهایی که احتیاج به اون تربیت متخصص ها هست اون رو انجام میدن. ولی در نظام جمهوری اسلامی این نیستش. اینا یک چیزی به اسم کنکور که الان بوده و هنوزم هست، در 20 سال اخیر که دیگه خیلی وحشتناک‌تر شده، این کنکور اولا که این مسئله عرضه و تقاضا رو اصلا در نظر نمیگیره، یعنی اصلا کاری نداره که بازار کار هست یا نیست، اصلا به اوناش فکر نمی‌کنه. این یک.
بعد کنکوری رو هم که میذاره، الان مثلا چند تا از هموطنا اومدن صحبت کردن در این که مثلا نابغه تو این کسانی که توی کنکور شرکت میکنن نابغه های خیلی خوب هست، اصلا شکی نیست. ولی نگاه بکنید کنکور میان برای کنکور، ولی از یه طرف سپاه سهمیه داره، بسیج سهمیه داره، لباس شخصی ها سهمیه دارن، بیت سهمیه داره، خود دولت سهمیه داره. همه سهمیه ها رو که میذاری کنار، جاهای خوب پر شد، تموم شد. حالا میمونه اون جاهایی که مثلا اون آقایی که الان از طریق فیسبوک پیغام گذاشته بود مثلا میخواسته در شیراز قبول بشه، حالا قبول نشده به هر صورت. اینا این مسائل متاسفانه چون در کنکور دخیله، اون کنکوری هم که الان هست کنکور عادلانه و برابر نیست. اینا اصلا شما خود پدیده آقای ناصری، شما خود پدیده کنکور رو عادلانه میدونین؟ اصلا 100% اصلا عادلانه است. چرا که خیلی ها هستن در موقع تست دادن، در موقع تست مثلا امتحان دادن دچار استرس میشن، با اینکه سوادشون خیلی هم بالاست نمیتونن انجام بدن. شاید در یه شرایط عادی بتونن که این مسئله رو حل بکنن. الان شما خودتون در امریکا زندگی میکنید، یا اگر در اروپا رو نگاه بکنید، بچه ها رو کلاس ششم ابتدایی خود ما حساب بکنید، اینا رو تست سراسری میگیرن. بعد ششم ابتدایی تست سراسری جواب میده، بعد دیپلم رو هم تست سراسریه، بعد دیگه دانشگاه آزاده، هر جور دوست داری کدوم دوست داری برو انتخاب بکن برو، اصلا دانشگاه کنکور نداره. مال ما یعنی در واقع کنکور به نظرش در واقع کنکور به نظر شما باعث میشه که یک انتخاب ناگزیر صورت بگیره بدون اینکه شاید اصلا علاقه‌ای توش وجود داشته باشه. ببینید، اولا که کنکور بریزی است برای پسرها از سربازی. بله. میخواد چون سربازی رو نره، فرض بگیرید که ایشون مغزش انقدر جا داره که میتونه بهترین متخصصه، فرض بگیرید در رشته صنعتی مثلا یا کامپیوتر یا هر چیز دیگه یا رشته ریاضی نابغه بشه، ولی چون شانس نداشته یهو فرض بگیرید که رشته مثلا یه چیزی مثلا طراحی جامدات در یه فلان شهر دورافتاده کم امکانات مثل زاهدان قبول میشه، برای اینکه سربازی رو نره 4 سال میره اونجا، هزینه‌ش رو متحمل میشه، دوری خانواده رو متحمل میشه، ولی این عادلانه نیست. چون که این اون سهمیه هایی که توی کنکور هست صدی میشه برای نابغه ها، یعنی از این نابغه ها شاید حدود 80% تلف میشن. یعنی بعد از پس در واقع به نظر آقای ناصری، پس به نظر شما در واقع کنکور به نخبه گرایی هم منجر نمیشه؟ به کنکور حدود شاید حدود مثلا از همه اونایی که قبول میشن تعداد قبول شده گام که مثلا بتونن به جایی که میخوان قبول شن، شاید 2% به این مسئله منتهی بشه. حدود 80 بود، بیشتر از 80% برمیگرده به این که مثلا طرف به سهمیه‌ای مربوطه یا به جایی وصله، اون میاد اونجا. بعدش تازه بعد از کنکور شما بیاین نگاه بکنید که بازار کار ما که 80% دولتیه و اون زمانی که میخوان یه متخصص رو استخدام میکنن نمیان اون نخبه‌ای که در دانشگاه و از رتبه اول بوده اون انتخاب بکنن، نه، ایشون باید مکتبی باشه، چه میدونم ریشش رو داشته باشه، اونو اول انتخاب کنن، اصلا نگاه نمیکنن به سوادش. این ببینید، اینا همه اگر همه رو ما یکی یکی جلوی هم بگذاریم میبینیم که اصلا کنکور یک دیوار 100 متری، یک دیوار 100 متری به یک بتون 3 متری به ضخامت 100 متر ارتفاع، اینو عبور کنن و به کجا میخوان برسن؟ به ناکجا. آقای ناصری ممنونم از اینکه با ما همراه بودین. آرمان از تهران اگر اشتباه نکنم با اسکایپ با ماست. بله، سلام علیکم. بفرمایید. صدامو دارید؟ بله بفرمایید. من یه دبیر هستم. خب بله. می‌خواستم از این دیدگاه بررسی کنم. بفرمایید. و بگم چرا اصلا کنکور خوبه یا چرا کنکور بده. بفرمایید. اگه یادتون باشه ما قبلا پنجم ابتدایی داشتیم، سوم راهنمایی داشتیم و تا کلاس 12 هم که همون سوم دبیرستان ما باشه امتحان می‌گرفتن. بله. پنجم رو که برداشتن دانش آموزا در طی این 5 سال خب چیزی یاد نگرفتن. امتحان هم که الان که میدونید همهشون به صورت کارت فرمالیته و مثلا خوب بد بسیار خوب اینجوری بهشون میدن، درسته؟ بله. بعد در سوم راهنمایی هم همینطور دیگه، امتحانایی که میگیرن خب خود دبیرا میان تصدیق میکنن، نمره رو از قبل میدن و مشخص اصلا چی، همه قبول میشن میرن بالا. تا به سوم تو امتحانات سوم واقعا دانش آموزا ریزشین، یعنی واقعا وضعیت فجیع رخ میده. یعنی مثلا از
صد درصد شاید 30% قبول شن با نمره 4-5-6 با نمره مستمری که بعداً این بر اضافه میکنن تا قبول شن. یعنی شما نمیدونید واقعا چه اتفاق عجیب و غریبی توی آموزش پرورش ایران روز به روز بدتر داره میشه میفته. خب حالا شما این اضافه کنید به اینکه مثلا کنکور هم نباشه، یه همچین آدمهایی بیان، نمونه تو دانشگاه آزاد اتفاق افتاده دیگه، استاد میترسه از اینکه مثلا خودش ترم بد نباشه به دانش آموز نمره نده، اجازه بدین با توجه به با توجه به تجربه‌ای که شما دارین، در واقع این نظر رو میشه، این سوال رو من میتونم بپرسم که اصلا نظام آموزشی ما نیازمند کنکوره؟ چون طراحی نشده بدون کنکور خودش رو در واقع همراه کنه با نیازهای جامعه. شما میخواین اینو بگین؟ بله بله، اینجوری هم که نه، اگه قرار کنکور نباشه با امتحان‌های مکرر و کاملی باشه که این بشه کنکور رو برداشت. همینجوری من بگم کنکور رو بردارم، دانش آموزی که از قبل هیچ یاد نگرفته و الان میخوام مستقیما همینطوری بیاد بره بالا، خب چه اتفاقی میخواد واسش بیفته؟ نظام آموزش ما که همینطوری از لحاظ درجه بسیار ضعیفه، خب بدتر از اینا میخواد اتفاق بیفته؟ بله اونجوری هم بعضی وقتا اتفاق میفته که دانش آموزایی بیان و حالا به سختی کنکور قبول شدن و نابغه اتفاق بیفتن. بله همکلاسی من بوده به سختی کنکور قبول شده ولی جزو نبرات الان برتر کشورم هست، اینجوری هم هست. این تک توک استثنایی که این حرفو میزنن که کنکور نباشه آیه خیلی خوبه الیبل. حتی دانشگاه من اون روزی ام آی تی رو نگاه میکردم، برای اینکه دانشجو بگیره کلی دانش آموزایی که شرکت کرده بودن ریزشی بودن، فقط هولوش 200-250-300 هزار نفر مثلا 250 نفر یا 300 نفر. ببینید شما مثال ام آی تی رو که میزنید، ام آی تی خب یک دانشگاه برتر در جهانه، یعنی اینکه در واقع علاوه بر اون مواردی که اعلام میکنه برای پذیرش دادن، در واقع امتحانهای دیگری هم داره. اما این نکته که شما اشاره میکنین این هستش که شما میگین نظام آموزشی ما طوری طراحی شده که بدون کنکور در واقع دچار مشکل میشه. دچار مشکل همین الان هست، کنکور هم بردارن خب بیشتر دچار مشکل میشه. ممنونم از این، حرف من اینه. سپاسگزارم از اینکه اومدین روی خط به عنوان یک دبیر دیدگاهتون رو با ما به اشتراک گذاشتیم. بله این هم سوالی هست که واقعا کنکور رو اگر بخوایم برداریم چیز راه و کارهای پیش از اون باید اندیشیده بشه، آیا نظام آموزشی ایران این توانایی رو داره یا خیر. روزیتا شاهو در چت برنامه روی خط میگه اون چیزی که در ایران منجر به مدرک گرایی شده کنکور نیست، بنابراین با حذف اونم هیچ چیزی بهترم نمیشه. علاقه به گرفتن مدرک اولین ریشه و دلیل بحران کار و اشتغال در ایرانه، دومین دلیل عدم وجود شایسته سالاری هستش، سوم ناکارآمدی نظام آموزشی که به علت اینکه هیچ سنخیتی با بازار کار نداره این مشکلات رو ایجاد میکنه، همینطور بازار هیچ سنخیتی با نظام آموزشی نداره. دلیل چهارم رو بیکاری میگه این کاربر شاهو. دلیل پنجم و میگه مهمترین دلیل این هستش که به دلیل سوء مدیریت در ایران و ناکارآمدی نظام مدیریتی هیچ طرحی به اهداف تعیین شدهش نمیرسه. این هم نظر شاهو بود. ولی سوال دیگه ای هم که ما کرده بودیم این که بنا به صحبتی که رئیس سازمان سنجش آموزش کرده آقای خدایی و گفته تعداد شرکت کنندگان امسال نسبت به سال گذشته کمتر شده، سوالی که پیش میاد اینه که آیا این کاهش میتونه به دلیل تعداد بیکاران تحصیل کرده باشه؟ یکی از کاربران به نام فریبا میگه به نظر من شهریه بالای دانشگاه‌ها، درآمد کم تحصیل کرده‌ها، کیفیت پایین دانشگاه‌ها، پارتی بازی‌ها و باندبازی‌های مسئولین و برخی استادان دانشگاه، استخدام اساتید کم سواد میتونه مؤثر باشه. آیا دکترای 4 ساله با شهریه 40 تا 150 میلیون میارزه و در ضمن دانشجوی دکترا باید متعهد بشه که به کار دیگه‌ای هم اشتغال نداشته باشه که این امر امکان پذیر نیست با هزینه‌هایی که در حال حاضر باهاش مواجه هستند. مسعود. بله آیدا از تهران با ماست. خانم شما روی خطیم، بفرمایید. والا تا دیدم موضوع برنامه‌تون راجع به کنکوره، اولین کاری که کردم تلفن رو برداشتم تا تماس بگیرم، چون خودم 2 تا کنکور رو پشت سر گذاشتم، یکی کارشناسی یکی هم ارشد. و به نظر من سیستم فوق‌العاده غلط و استرس‌زاست و کسی هم که مشتاق ادامه تحصیل تو ایرانن، حالا با شرایط ایران چاره‌ای ندارن جز اینکه این صد دو پشت سر بذارن و این یه سری ملاکایی رو میسنجه که ما عملا اصلا تو دانشگاه استفاده نمی کنیم و هیچ کاربردی تو محیط کار نداره. یعنی یه سری ملاکاست که فقط استرس رو بچه ها میده و این مثل چی خانم مثل چی فریبا؟
همین که آیدا مثل چی؟ الو بله بفرمایید. عرض کردم که مثل چی؟ مثل چه ملاکایی که فقط میگین استرس است؟ سرعت عمل. یه سری ملاک‌ها مثل تکنیک‌های تستنی و فشرده کردن یه آزمون توی 4 ساعت الی 4 ساعت و نیم که برای ورود به دانشگاه است که ما بخوام حالا این همه تایم بذاریم این واحدا رو بگذرونیم. یعنی عملاً چیزایی رو میسنجه که ما تو محیط وقتی وارد بازار کار میشیم میبینیم هیچ کاربردی نداره. و چاره ای هم ندارن جز این که این امتحان رو استفاده کنن، چون که فکر میکنم ملاک دیگه ای رو نمیتونن استفاده بکنن، بلد نیستن بذارن. یعنی این که نظام به نظر شما نظام آموزشی ایران هنوز آماده حذف کنکور نیست؟ دقیقاً چون که بالاخره زیرسازیایی نکرده که بتونه این آزمون رو حذف بکنه. شما که شما گفتین که دو تا آزمون رو پشت سر گذاشتین، حتی برای کارشناسی ارشد. برای کارشناسی ارشد وقتی که آزمون میدادین در رشته کاریتون بود، یعنی رشته مورد علاقه و رشته کاریتون بود؟ رشته مورد علاقه‌مون بود و متاسفانه تو ایران اسم ارشد که میاد انگار که به جایی که شما رو اکسپت بکنن تو اون کار، بدتر شما رو پس میزنن که انگار به عنوان یه فردی نگاهتون میکنن که خب وقتتون رو داریم میزنین رو دست دیگه نمیتونیم برای کاری که ما شما انتخاب میکنیم تایم بذاریم. و همین انگار که بر افراد با تحصیلات پایین تر کارای بیشتری هست، چون حقوقای پایین تری هم میخوام پرداخت بکنم. یعنی شما در واقع اگر کسی که با فوق لیسانس وارد بازار کار بشه، کار براش کمتر از لیسانسه؟ تره. من فکر میکنم کمتره و حتی اگه دانشجو باشی خیلی خیلی کار کمتره، حتی با حقوقای پایین، خصوصا مرتبط با رشته خیلی کمه. خودم مدت از دنبال کارم و اصلا موفق نشدم. حتی اگه لیسانس هم بیشتر به تجربه اهمیت میدن. ممنونم. روزیتا؟ قید. درباره حذف کنکور که اینکه آیا میتونه منجر به پایان مدرک گرایی در ایران بشه، برخی از کاربران مثل کتی و نادر اعتقاد دارن که حذفش کمک نمیتونه بکنه، ولی هدیه میگه شاید بتونه ولی این صد رو بشکنه، ولی حس مدرک گرایی افراد برای به دست آوردن موقعیت‌های شغلی و یا مسائلی از این قبیل همیشه باقی میمونه. یکی دیگه از کاربران به نام آرمان میگه نه، این مدرک گرایی رو در ایران از بین نمیبره و امیدوار هستم که حذف بشه، چون الان وقتی جوونی علاقه به کاری داره، حتی خودش هم که دلش میخواد یه کاری رو انجام بده، خانواده خیلی بهش اصرار میکنن که حتما باید اول مدرک بگیره بعدن هر کاری دلش میخواد بکنه. مهدی هم میگه که با دانشگاه رفتم موافق هستم، ولی مشکل همین کنکور هستش. یکی دیگه از کاربران هم معتقد هستش که اگر کنکور برداشته بشه، باعث میشه که هر کسی وارد دانشگاه بشه و این لیاقت ها رو از بین میبره. مسعود؟ بله، به نیمه برنامه رسیدیم، بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. اما یکی دیگه از کاربران به نام سعید اشاره‌ای داشته به سهمیه‌ها، همونطوری که تعدادی از تلفن‌هامون هم به همین مسئله اشاره کرده بودن. میگه وقتی در ابتدای ثبت نام در فرم مربوطه از داشتن کارت عضویت بسیج، داشتن سهمیه جانبازی و شهدا، دین و مذهب سوال پرسیده میشه، آیا این کنکور و دانشگاه ارزش این همه وقت و هزینه رو داره؟ ورود به دانشگاه ایران مثل یک قیف برعکس میمونه. خب این یک اصطلاحی که خیلی‌ها استفاده می‌کنن از این مسئله، و ورود سخته و خروج از اون بسیار آسونه بدون آموزش تخصصی و مناسب. تنها مدرکی در پایان میدن که تقریبا بی ارزش هستش، در حالی که در کشورهای پیشرفته و دارای مراکز معتبر دقیقاً برعکس هستش. خب مسعود، این مسئله‌ای که خیلی‌ها بهش اشاره میکنن الان اینجام در آمریکا، خب همه میدونن بچه‌ها رو از دبیرستان آماده میکنن که وارد دانشگاه بشن، حتی در دانشگاه دبیرستان‌ها
سالای آخر حتما برای بچه ها هر دانشگاهی یک بوتی میزنه، یک کمپی میزنه اونجا و معرفی میکنه دانشگاه رو بهشون. بیاین روی خط و نظراتتون رو در مورد کنکور و اینکه حذف بشه به ما بگین، منتظرتونیم. بله، تاها از یزد با ماست با اسکایپ، بفرمایید. تاها خدمت شما آقای سفیری و خانم ایران دوست، سلام عرض میکنم و خسته نباشید. میخواستم بگم و میخواستم نظرم در مورد کنکور بگم، ولی لازم دانستم که در مورد تلفن‌هایی که مردم زدن صحبت کنم. تاها صدای شما شما صداتون خوب نیست متاسفانه. عبدالله از ایران با ماست، بفرمایید. عبدالله از ایران با ماست، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. من عبدالله هستم از ایران. بفرمایید. میتونم ترکی صحبت کنم؟ نه خیر. آها، من خواستم راجع به کنکور زمان شاه با شما صحبت کنم. شما خودتون شرکت کرده بودین در اون کنکور؟ زمانم کنکور بود. بله. بعد من با یکی از دختر بزرگان زمانمون دوست بودم. بعد من ورقه اونو تو کنکور نوشتم، اون قبول شد، من نشدم. عبدالله من فکر میکنم که شما خاطرات شخصیتونو داریم با ما به اشتراک میذارید. عموماً اینجوریه. خیلی متشکرم از این که با ما روی خط بودین. اگر 45 سال پیش عبدالله در کنکور شرکت کرده باشه، در واقع باید سال 48 بوده باشه، با سنش هم مطابقت بکنه. سامان از تهران با ماست با اسکایپ. سامان بفرمایید. درود بر شما آقای سفیری. بفرمایید. سلامت باشید. موضوع کنکور به نظر من چون خودم یکی از کسایی که ضربه خورم از کنکور دارم صحبت میکنم تو برنامه. بله. شما کنکور، حالا هر دلیلی که دوستان یا مسئولین آموزش عالی به سازمان سدنش دارن جای خودش، ولی من و خیلی از دوستایمون که مدلمونم بالا بود به زمان دبیرستان، به خاطر کنکور حالا به هر دلیل نتونستیم خوب تست بزنیم. بله. یا استرس داشتیم یا هرچی، نتونستیم وارد دانشگاه بشیم یا رشته‌ای که دوست داشتیم انتخاب کنیم. این کنکور به نظر من باید بیان به جایی که کنکور بذارن، بیان شرط مدرسه رو که میخوان اجراش کنن، یعنی بگن آقا هر کی این 3 سال دبیرستان یا 4 سال دبیرستان مدرسه بالا 18 بود میتونه دانشگاه تهران شرکت کنه یا بره انتخاب به درس کنه. ولی این که من بخوام بیام زحمت بکشم بعد روز امتحان یه حادثه پیش بیاد یا استرسی وجود بیاد نتونم امتحان بدم، یعنی زحمت 4 ساله من از بین میره. من با این روش کنکور موافق نیستم آقای صفی. بله. فکر میکنید که نظام آموزشی ایران کی میتونه به اون نقطه برسه که کنکور رو حذف بکنه؟ یه چند سالی گام برداشتن، یعنی من با بعضی با داداش کوچیک خودم که صحبت میکنم میگه ما قراره که ما بشیم، یعنی امسال الان دوم دبیرستانه، 2 سال دیگه قراره اینا بشن شرط معدلی، یعنی کنکور هم باشد اینا، اگر معدلشون بالا بود بدون کنکور وارد بشن. من امیدوارم، یعنی دوست دارم همین فردا بشه. سامان نکته دیگه الان... هم که نکته دیگه هم که می‌خواستم بپرسم این است که خودت فکر می‌کنی با توجه به شرایط تحصیلی که داشتی، اگر در اون مقطعی که در کنکور شرکت کردی کنکور برگزار نمی‌شد، تو در دانشگاه مورد نظرت پذیرفته می‌شدی؟ 100%. آقای سفیری من چون جامعه شناسی دوست داشتم نتونستم اون سال دانشگاه تهران قبول شدم، دیگه یه اتفاقاتی افتاد شهرستان قبول شدم و کلا دست زده شدم وارد بازار کار شدم. بله. یعنی خودم به نظر استعدادم از بین رفت تو این جریان کنکور. سپاسگزارم سامان. روزیتا؟ اما سامان در مورد شرط قبولی گفت، امسال هم رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه 2 تغییر در نحوه اعمال رتبه در کنکور سراسری در سال 93 ایجاد شده اشاره کرده که امسال 1 نمره کل داریم و سوابق تحصیلی 25% و نمره آزمون هم 75%. این یکی از تغییرها بوده. یکی دیگه از تغییرها بوده که بر اساس این قانون فرزندان جانبازان 25-49% هم که پیش از این در صورتی که سهمیه شاهد خالی میموند از اون استفاده میکردن، حال میگه این سهمیه برای کل ایثارگران شامل فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان و ایثارگران غیر از رزمندگان 20% تعیین شده. این دو تا تغییری هستش که امسال در کنکور 93 ایجاد شده. اما نگاهی میکنیم به اینستاگرام برنامه‌مون.
امیر در اینستاگرام میگه که بزرگ کردن اسم کنکور باعث یه استرس میشه که خیلی ها با وجود زرنگی و با وجود اینکه درسشون خوب هستش کنکور رو باز هم خراب میکنن. مهر در اینستاگرام میگه این کنکور که در ایران برگزار میشه روش انتخاب بهترین ها نیست، حتی بدترین ها هم میتونه باشه. نسیم یکی دیگه از کاربران میگه فقط اگه سهمیه های بسیج و جانبازی و شهید و برادران نباشه بله میتونه. و عزیز یکی دیگه از کاربران میگه که بالاخره تصویری میدیم که ما امیدوار هستیم که کنکور برداشته بشه، معتقد هستش که نبودن کنکور بهتر هستش. بله ناصر از دانمارک با ماست، بفرمایید. سلام شما سفیری. بفرمایید. خسته نباشین، سلامتون خدمت شما. ممنونم، بفرمایید. آقای سفیری من در تعجبم که این چرا کنکور رو بله. کنکور رو اینا برای حوزه نقوم نمیذارن. ناصر خیلی متشکرم، ما در مورد موضوع دیگری صحبت میکنیم. یکی از مسائلی که در روی خط وجود داره اینه که من امیدوارم همه رعایت بکنن بینندگان عزیز، لطفاً در مورد موضوعهای مناقشه برانگیز صحبت نکنید و خط رو اشغال نکنید. اجازه بدین کسانی دیگری که میخوان در مورد موضوع برنامه صحبت کنن بیان روی خط. حسن از تهران با ماست. حسن بفرمایید، شما روی خطی. خدمت شما و همکار محترمتون. ممنونم. که بعضی جاها کلن در دنیا هست، در کسایی که در جنگی جایی جانفشانه میکنن معمولاً یه همچی سهمی های هست بله. به حق بدن نه به ناحق بله. این یه واقعیتی که میخونید در خیلی جا هستش. اگه کنکور این مسابقه برای مرگ زدن باشه حرفی نیست با برای با سواد ها، ولی متاسفانه یه سری آدم بی سواد بی مایه اونی که سوال کنکور رو میفروشه و میخره اونجا بدبختیه. اینجا چیه؟ اینجا اونجاست که تعادل نیست، حق خوشیه. یعنی به ناحق یه عده میرن صندلی اونایی که حق دارن میگیرن با خرید سوالات کنکور که چند دفعه اتفاق افتاده. نه واقعا شما فکر میکنید که کنکور الان در ایران یه همچین وضعیتی داره؟ الان همینه دیگه، ما بیشتر نگرانی بچه ها حتی نتونستن اشاره بکنن. خلو میره روزنامه هم نوشتن که بعضی موقع سوالات کنکور فروخته شده. این یه واقعیتیه که اونی که حق داره بهش نمیرسه، یعنی ناحق میشه. بعد کنکور باید باشه، یعنی اگه نباشه، یعنی الان که هست وضعیتمون اینطوریه، یعنی این وای بالی که نباشه دانشگاه. اتفاقا نکته مهمیه، اجازه بفرمین حسن، به نظر شما کنکور به نخبه گرایی منجر میشه؟ اگر واقعیت، اگه صداقت روشن باشه بله، ولی اگر نه زده بند باشه دیدین که فاجعه به بره. حالا فرض میکنیم که کنکور نداریم و دانشگاه ها خودشون در واقع دانشجویان خودشون رو انتخاب میکنن و کسانی که واجد شرایط هستن وارد دانشگاه ها میشن، به نظر شما این مسیر بهتری نیست و حتی اون کسایی که دوست ندارن میتونن برن دنبال کاری دیگه و الزاماً راه آینده از دانشگاه نمیگذره؟ در حال این همی باز زیاد توفیق نمی کنه. اگر که از دانشگاه بخوام بیام بیرون باید اون تو دانشگاه، یعنی خودشونو بسازن دیگه. بله. اینا رو همینطوری که راه نمیدن تو دانشگاه. بله. فرقی نمیکنه، اما اون ورش باید درستابی بیان بیرون. بله. دو تا در داره، چه این ور بخواه نخبه بری بیرون بری تو، چه اون ور نخبه بخواه بیه بیرون. زیاد بله. توفیقی نمیکنه. امری باشه در خدمت. ممنونم حسن. روزیتا در اسکایپ عبدالمجید میگه به اعتقاد من کنکور ابزاری برای گزینش دانشجو و یک فیلتر انتخابی، اما خلاف اون چه قبولانده شده معیار اون تنها علمی نیستش. و در چت برنامه روی خط آرمان میگه همین الان هم که دیگه دوره مدرک گرایی گذشته، مثلا خود من با وجود اینکه در مرحله پایان‌نامه ارشد هستم فکر میکنم ادامه تحصیل در این مقطع با وجود مشکلات و نداشتن فایده در آینده بزرگترین اشتباه هم بوده و میگه حتی واسه استاد راهنما هم دانشگاه‌ها به خاطر پذیرش بالا به مشکل اساسی برمیخورن، چه برسه به دولت و حکومت و آینده. یکی دیگه از کاربران به نام دارابان در اینستاگرام میگه کنکور به عنوان یک ابزاری شده در دست دولت برای رد کردن کسانی که مورد تایید خودشون هستش و با خواسته های اونها مطابق هست. به نظر این کاربر کنکور حالا حالاها پابرجاست و استواره و صحبت از حذفش اصلا کار منطقی نیست. بله. افرا از تهران با ماست، بفرمایید.
شما روی خط. من سلام عرض میکنم. متشکرم، بفرمایید. نکته رو من حالا تو صحبت‌های دوستایی که تماس گرفتن پیدا کردم، چون من خودم الان تقریبا چون میگم تو سال‌های آخر دوره کارشناسی ارشد هستم. بله. اینکه در مورد عادلانه بودن و ناعادلانه بودن کنکور بخوایم صحبت کنیم، بعد اول به این قسمتش نگاه کنیم که ما چاره غیر از برگزاری کنکور هم داریم یا نه. بله. اولا سیستم آموزشی ما متاسفانه این اجازه رو نمیده که ما بخوایم سیستم دیگه ای رو غیر از کنکور برگزار کنیم. اون میشه وارد وادی حالا شرط معدل میشه که تمام مدارس کشور در سطح عادلانه تدریس داشته باشن، محیط آموزشی کاملا یکسان داشته باشن و ما بخوایم بیایم شرط معدل رو براشون بذاریم. پس نتیجه میگیم که چاره غیر از کنکور وجود نداره. و یه قسمت قضیه هم مافیایی که از بغل کنکوره. یعنی حالا تا اونجایی که من در جایین هستم و خودم هم تو این زمینه فعالیت میکنم، تو زمینه کار آموزشی فعالیت میکنم، یه مافیایی به اسم کلاس‌های کنکور وجود داره که رقم‌های نجومی میگیرن برای اینکه ثبت نام بکنن، یه سری آموزش‌ها رو به بچه‌ها بدن و یه سری درصدهایی رو هم اینا به آموزش و پرورش رو یه سری سازمان‌ها پرداخت میکنن. و میتونم به ذرس قاطع بگم که اصلا کنکور یه بیزینسه. یعنی تو کشور ما کنکور بیزینسه بیشتر. ببخشید افرام سوال میکنم، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین، خودتون در این کلاس ها شرکت کردین برای ورود به دانشگاه؟ من خودم شرکت کردم. بس. چون چاره ای جز این وجود نداره. بعد اون وقت در این کلاس ها چی آموزش میدن؟ یعنی واقعا تدریس میشه یا توانایی تست زدن یا راه ها نمیدونم پیشگیری از استراب از اینجور حرفا؟ فقط توانایی تست زدنه. ببینید به هیچ وجه سنجش عادلانه ای وجود نداره. چون شما نمیتونید کل معلومات یک نفر رو توی 2 ساعت و نیم 3 ساعت بسنجین که بخواید در موردش قضاوت کنین آیا این آدم صلاحیت ورود به دانشگاه رو داره یا نه. بله. از اون بچه خروجی میخوایم از این دانشگاه بله. بگیری. بله. یعنی اون خروجی که من فکر میکنم از دانشگاه باید اتفاق بیفته خیلی خیلی مهمتر از ورودی دانشگاهه. چرا ما نیایم ورودی رو آزاد بذاریم ولی از اون بعد فیلترینگ رو توی سالهای اول و دوم دانشگاه بذاریم و ریزشمون اونجا اتفاق بیفته؟ که من فکر میکنم شاید حداقلش اینه که اون استرس و حالا تبعاتی که به واسطه اون استرس وجود داره برای بچه‌ها اتفاق نیفته. من خیلی یاد دیدم که بیماری های پوستی میگیرن به واسطه استرس، ناراحتی معده میگیرن به واسطه استرس. تمام اینا تبعاتیه که به خاطر کنکور اتفاق میفته. بله. یه نکته دیگه هم در مورد تهمیه هایی بود که من شنیدم. بله. من نظر شخصی مدارم میگم که این چیز عادلانه نیست. چون شغل دولتی تهمیه داره. ما بخوایم فلان چیز رو ایکس و ایگرگ رو وارد کنیم توی کشور به عنوان یه وارد کننده سهمیه داره، ورود به کنکور سهمیه داره. پس من بکنم ما باز بیم یه جنگ دیگه رو بندازیم، یه عده جانباز شن و شهید شن. حالا من خیلی احترام میذارم به همچین افرادی قطعا. که رفتن و برای کشورشون جنگیدن، ولی من فکر میکنم باید یه مقدار سیستم متعادل تر بشه که حداقل کسانی که یه همچین سهمیه هایی ندارن هم شانس اینو داشته باشن که بتونن یه سری انتخابا رو داشته باشن. خانم افرام ممنونم که با ما روی خط بودیم. با برنامه روی خط صدای آمریکا هستیم. بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به این برنامه در مورد کنکور. پاسخ به این پرسش که آیا حذف کنکور میتونه به مدرک‌گرایی در ایران پایان بده، محلقا معتقده که ریشه در سیستم کشور ما داره و این حذف هم هیچ تأثیری نخواهد داشت و به جاش افراد با نفوذ و با پول و پارتی که دارن میان و صندلی‌های دانشگاه رو میگیرن. دلنیا یکی دیگه از کاربران معتقده بررسی‌ها نشون میده که هر سال سطح سواد پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها پایین و پایین‌تر میاد. کارشناسان معتقدن این روند
باعث افول بار علمی دانشگاه‌ها و در نتیجه کاهش شدید نخبگان و افزایش انسان‌هایی با مدرک تحصیلی بالا ولی سواد کم هستش. این اشاره کرده البته به این سنخیت نداشتن بازار کار و سطح تحصیلات که بیشتر تئوری هستش تا عملی، چیزی که خلاف اون در کشورهای پیشرفته ما شاهدش هستیم. بله، کشورهای صنعتی در واقع در کشورهای صنعتی ارتباط بین نهادهای آموزشی و جامعه کار وجود داره. به این میگن اینکه کار تولید بکنیم و بیکار نباشه، همین است. ایران گفته میشه با یک سونامی 5 میلیون بیکاری در راه، به گفته وزیر کار. شاید یک روزی برگردیم دوباره به این بحث، اما الان آقای محمدی از سوئیس با ماست. بفرمایید. خیلی کوتاه آقای محمدی. سلام آقای سفیری عزیز. بفرمایید. من خودم قبلا در ایران معلم بودم. بله. معلم ابتدایی و راهنمایی. بله. اونچه که حقیقت داره، شما الان بفرض این که یه شبه ما اومدیم کنکور رو برداشتیم. بله. آقا کنکور هست. این دانش آموزایی که الان در کلاس اول ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان دارن درس میخونن، یه موجی میاد پشت کنکور، دیواری که قبلا کنکور بود الان نیست. بله. چه کسی اینا رو باید تشخیص بده که این دانش آموز الان استعداد داره؟ بالاخره این باید ادامه تحصیل بده، بره در رشته دیگه تحصیل کنه. وقتی کسی نیست، من خودم معلم بودم، واقعا هیچ دوره‌ای ندیده بودم که بتونم این دانش آموز در رشته هنر تخصص کرده میتونه ادامه تحصیل بده. این یکی جغرافیا، من دانش آموز داشتم همه نمرات ریاضیش در سختی شرایط 20 بوده، اما ایشون نمیتونه ورزش کنه، نمیتونه املا رو بلد نیست بنویسه. ببینید آقای محمدی، یه نکته‌ای هم وجود داره، یعنی در واقع شما میخواین بگین که کنکور به نوعی استعداد سنجی هم میکنه؟ اصلا استعداد سنجی نه، ما باید یک برنامه‌ای رو داشته باشیم، میخوایم کنکور رو برداریم که این بچه‌ها رو وقتی به مرحله کنکور الان که میرسن تشخیص بدیم این چه کانالی استعداد داره، میخواد در کجا درس بخونه، نه اینکه ما بیاریم یه شبه 12 سال رو امتحان رو به قول یه خانمی که گفتن 4 سال که ایشون گفتن در 4 ساعت و نیم با اون استرسی که در روی سر جلسه امتحان وجود داره بیام این استعداد رو استعداد سنجی بکنیم. تازه وقتی وارد دانشگاه میشه دوباره آزمون اداری استخدامی میاد که اونجا معرکه است. بله. اونجا هم باز استعداد نیست، نمره هم نیست. حتی من مثال دارم، برادر خودم قبول شد، رقیبش یه خانواده شهید بود، دختر بود، من باهاش صحبت کردم که گفتم خواهرم این دختر برادر من قبول شده در این رشته، نمرش از شما بیشتره. میگفتن فقط ایشون اگر انصراف بده این دختره، برادر شما میتونه استخدام بشه. خب یعنی شایسته سالاری نیست این که شما ما این کار کنیم که بگیم شایسته، مثلا شایسته سالاری اگر در کنکور هم قبول بشه، بعد چیزای دیگه‌ای در پشت کنکور هست. ممنونم آقای محمدی از اینکه اومدین روی خط. رضا از فرانسه با ماست. رضا بفرمایید. بفرمایید رضا. سلام عرض می‌کنم آقای سفیری. بفرمایید. می‌خواستم خدمتتون بگم که من خیلی احترام به همین بحث بفرمایید. واقعا آقای سفیری صدای من دارید؟ بله ما صدای شما رو داریم. بفرمایید. میخواستم بگم که به موازی این بحثی که شما بر اساس اینکه کنکور بگذاریم یا نگذاریم یا باشه یا نباشه نگاه بکنیم، من فکر می‌کنم که بستر‌سازی قبل از این رو یکم نگاه بکنیم بهش. بله. که ما بخش عمده ای از کسایی که گرایش دارن که وارد بشن به دانشگاه توی مملکت ما جوان‌ها هستن. بله. و جوان‌ها یه دانشگاه یه گریزگاه براشون، یعنی اینکه عملاً دانشگاه رو یه گریزگاه می‌بینن، یه انتخاب نهایی، یه انتخاب نهایت، یعنی اینکه چیزی رو به موازی دانشگاه پیش روی خودشون نمی‌بینن. شما به نکته خوبی اشاره کردید، برای اینکه میتونن بخش عمده‌ای از جوان‌ها انتخاب غیر از دانشگاه داشته باشن، یعنی اینکه بستر خیلی از امکانات دیگه توی جامعه تعریف شده باشه که جوان فقط نگاه نکنه به دانشگاه. بله. این خود به خود مسائلی که بعداً شما الان دارید مطرح میکنید که کنکور باشه یا نباشه رو من فکر میکنم که راه حلش خود به خود میاد وسط، چون دانشگاه
الان فقط به موضوعیت دانشگاه بهش نگاه نمیشه، به اینکه یه انتخاب نهایی واسه افرادن. یعنی افراد فکر میکنن که اگه دانشگاه البته البته جز در موارد مثلا مثل رشته های علوم انسانی، حتی به عنوان کار، به عنوان یک موقعیت شغلی در تمام جهان بهش نگریسته میشه، اما در ایران تبدیل به مدرک گرایی شده. دقیقاً همینطور که میفرمایید شما، یعنی ما بستر این که کارهای دیگه‌ای رو بذاریم واسه جوونا، یعنی که همه کارا، همه آرزوها، همه چیزایی که یه جوان داره، اینکه کار میخواد بکنه رو فقط از طریق دانشگاه پیگیری نکنه، بیان یه مدرسه هایی داشته باشن، یه مدرسه های کاری داشته باشن، بیان کسی که معماری دوست داره بره توی یه اکول معماری بیاد مثلا دو سال معماری بخونه، هم علاقهش مال تامین شده، هم میتونه یه کار کارگاهی بکنه. یعنی اینکه عملا همه چی از طریق دانشگاه نره. فکر میکنم که یه مشکل بسیار بزرگی که ما داریم اینه که بچه‌ها انتخاب کم دارن، یعنی هیچ مسیری غیر از این که به دانشگاه خط بشه وجود نداره. ممنونم رضا. روزیتا مسعود، خیلی از کاربران این رضا عقیده دارن که کنکور باعث عقب افتادن بچه‌ها میشه. شایان معتقد هستش که اونهایی که از کنکور رد نمیشن باید تمام درهای امید و ترقی رو به روی زندگی خودشون ببندن، پایان آرزوها در ابتدای زندگی. یکی دیگه از کاربران به نام کتی که خودش هم بچه دانشجو داره میگه کدوم دانشگاه کدوم درس که بعدش داستان بیکاری شروع میشه. طفلک جوانها اگر پدر و مادرها دست از سر درس و دانشگاه بردارن و اجازه بدن که بچه‌ها وارد بازار کار بشن موفق‌تر میشن. و میگه این تجربه رو من به عنوان یک مادر دارم. الان پسر کوچیک من همراه درس کار هم میکنه، موفق‌تر هم هست و از نظر روحی هم شادتر هستش. رشته مهندسی الکترونیک میخونه و کار کامپیوتر هم میدونه. و سعید هم میگه حذف کنکور فقط یه بی‌عدالتی بزرگه. و معتقد افرادی که از بچگی امکانات بیشتری داشتن، معدل بهتری داشتن و حق تحصیل به سمت ثروتمندا میره و این حق دیگران رو ضایع میکنه و به علاوه بدون آزمونی که نظارت کشوری داشته باشه، افراد زیادی با پارتی بازی و راندخاری وارد دانشگاه میشن. سابقه این چیزها رو میگه زیاد داشتیم ما در ایران، مثلا پرونده دانشجویان بورسیه، البته اشاره کرده به این مسئله. و یکی دیگه از کاربران هم به نام سعید اشاره کرده به دلنگرانی مادر و پدرها که بیشتر از بچه‌ها دلنگران هستن، دلنگران آینده بچه‌هاشون هستن. مسعود. بله، علی از آمریکا با ماست. علی، ما فرصتمون فقط کمه، بفرمایید. من فقط می‌خواستم بگم اسم این کنکور نیست، اسم این فرار مغز هاست. من به شخص برسم در شرکت کرد رتبه نوشت دادن از دولت آلمان، بچه رو بردن ساپورت کردن، دست بست دادن آمریکا، همین الان در آمریکا در دانشگاه واشنگتن خیلی هم هزینه شد دادن نگهش دستن و به نظر مغز بزرگی رو از ایران فرار دادن. اگر سعی کنن افسار رو تجزیه تحلیل کنن، داره کار میکنه برای مملکت نگهدارن. علی صدای ممنونم. علی، علی از ترکیه هم با ماست در آخرین دقایق، بفرمایید. با درود سلام به شما و تمام همکارانتون. بفرمایید جناب سفیری. وقت کمه و موضوع شما بسیار موضوع کلاسیکیه، در این وقت نمیگنجه. اما یه مسئله بگم، وضعیت کنکور در ایران مثل ریف میمونه نسبت به کشورهای دیگه که ورود دیش تنگه، از اون طرف مشکل میاد بیرون، خیلی راحت رد میشه. اما در کشورهای دیگه اینجور که مشخصه ورودیش بسیار راحته، اما از اون طرف خروجیش بسیار سخته. درسته. ببینید، فونداسیون رو باید درست کرد. اگر قرار کنکور رو بررسی کنیم، خیلی راحت میتونیم بگیم که غیر کارشناسی بگیم باید باشه یا نباید باشه. این یه بستر وسیعی رو میخواد، ابتدایی و دبیرستان و دانشگاه. بله. ببین، بستر ما بستر غلطیه. درست. وقتی الان، همین الان در حال حاضر در ابتدایی کسی که دیکته، یعنی املا رو نمیتونه خوب یاد بگیره، ردی نداره، ببینید سال دوم سال سوم سال تا آخرین ادبیات رو بلد نیست، توجه میکنید؟ علی، من از شما باید خداحافظی کنم. ممنونم که با ما بودین. روزیتا در چت برنامه روی خط، محمد رضا میگه در دنیای امروز کسب مهارت بهتر از کسب مدرک. من شخصا لیسانس انگلیسی دارم، راضی نیستم، و اگر مثلا به جای دانشگاه کسب مهارت میکردم روزگار بهتری داشتم. توصیه میکنم به جوانهایی که دنبال کار و کسب برن، و کنکور باعث میشه که خیلی از معلمان و مؤسسات به بهانه تدریس پولهای کلانی رو به جیب خودشون بزنن. و یکی دیگه از کاربران هم اشاره کرده به شهریه بالای دانشگاه ها و
عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم همه نظرات شما رو منعکس بکنم در برنامه. مسعود. بله، یک گروه تندروی اسلامی به نام داعش عراق رو به آشوب کشیده با رفتاری بسیار وحشیانه و سبوانه. ما میخواییم که بپرسیم از شما نظرتون راجع به تحولات عراق چیه؟ منتظر نظراتتون هستیم. تا فردا شب. شب بر همه شما خوش. تا فردا شب. روز شبتون خوش. مرسی.